سلام عزیزانم، به برنامه کودکان مقدمان بسیار خوش آمدید. امیدوارم خوب و سرحال باشید، تندرست و مثل همیشه همراه برنامه کودکان مقدمان باشید. خسته نباشید، همه شما فعالین دفاع از حقوق کودکان در سراسر ایران. روز گذشته به نزدیکی های شب که می رسیدیم، یکی از شما عزیزان، از فعالین بسیار دوست داشتنی دفاع از حق کودکان، در تماس تلفنی با من بودید و با جزئیاتی راجع به برنامه کودکان مقدمان صحبت کردید که برای خود من تعجب آور بود که چطور این همه جزئیات مورد توجه شماست. بسیار سپاسگزارم قبل از هر چیز و خوشحالم که این برنامه مثل یک وسیله در دست شماست برای فعالیت‌های پیش رو. در برنامه امروز به سه موضوع خواهیم پرداخت. تصمیم بسیار شایسته و ارزشمندی که شورای هماهنگی کانون‌های صنفی معلمین در رابطه با انتخاب محمد حبیبی به عنوان معلم نمونه داشت، در رابطه با کشتن یک معلم در سقز، هادی یزدانی، صحبت خواهیم کرد و میپردازیم به اپلیکیشن شاد در یک آموزش و پرورش قنبار و پر از تبعیض و نابرابری. این سه موضوع اصلی برنامه ماست که به اتفاق همکارم حسین خدایی فر در اتاق فرمان خدمت شما عرضه میکنیم. راه های تماس رو مرور کنیم، شماره تلفن ما را هم در تلفنتون ذخیره کنید و مثل همیشه با ما در تماس باشید. خب این شماره تلفن در خدمت شماست، واتساپ، وایبر، لاین، تلگرام، ایمو، از هر طریق و با هر مسنجری میتونید با ما در تماس بگیرید، با ما در تماس باشید. ایمیل آدرسم که در خدمتتون هست و با ما حتما در تماس خواهید بود. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمین در یک اقدام بسیار بجا، به موقع و ارزشمند، محمد حبیبی، معلم سرشناس، مبارز، خوشنام و زندانی سیاسی، به عنوان معلم نمونه انتخاب شد. محمد حبیبی واقعا یک نمونه است. معلمی برای همه دوران هاست. محمد حبیبی معلمه. معلم یک مبارزه بزرگ. معلمی که آموزش و پرورش شاد، انسانی، غیر طبقاتی، غیر پولی، غیر کالایی، بدون تبعیض و نابرابری از خواستاش بود. دستگیر شد، به زندان رفت، شکنجه شد، تحت آسیب‌های جدی قرار گرفت، سلامتیشو از دست داد، به خاطر اینکه یک معلمه و یک معلم باقی موند و یک معلم باقی خواهد ماند. محمد حبیبی نزدیکترین و دلسوزترین معلم همه کودکان و نوجوانان در ایرانه، نه فقط کودکان و نوجوانان، که همه معلمینی که محمد حبیبی رو به عنوان یک الگو و یک نمونه انتخاب میکنند. این انتخاب بجا رو به همه فعالین دفاع از حق کودکان، به همه فعالین مبارزات معلمین تبریک باید گفت. انتخاب بسیار بسیار بجاییه. محمد حبیبی یک نمونه است و این انتخاب نشون میده که شورای هماهنگی کانون‌های صنفی معلمین
در کنار مبارزات مردم، در کنار خواستهایی به حق بخش وسیع و عظیمی از جامعه قرار گرفته. و این انتخاب نشون میده که راه و جهت همون راه و جهتیه که محمد حبیبی پیمود. تبریک مجددی دارم برای شخص محمد حبیبی به عنوان یک زندانی سیاسی و شورای هماهنگی کانونهای صنفی. اما در کنار این واقعه، در هفته گذشته، پنج شنبه، 18 اردیبهشت ماه، جسد یک معلم از سدی در سقز گرفته شد. سه روز پیش، پنجشنبه 18 اردیبهشت ماه، جسد بیجان هادی یزدانی در سدی در سقز پیدا شد. سه روز بود که اون ناپدید شده بود و ناپدید شدن معلمی که همه اون رو به خوبی میشناختند و دلیل ناپدید شدن اون کاملا روشن و آشکار بود، ذهن همه رو متوجه دستگاه آدمکش امنیتی جمهوری اسلامی انداخت. یزدانی شاعر بود، نویسنده بود، کارگردان تئاتر بود، کارهای بسیار با ارزشی تهیه کرده بود. به عنوان یک هنرمند در کردستان شناخته می شد. صدای اعتراض اون رو بارها و بارها در مناسبت‌های مختلف، در تجمع‌های مختلف، در تحصن‌های مختلف در شهر سقز مردم، معلمین، همکارانش و شاگردانش می‌شناختند. این مرگ، این قتل، این جنایت کار دستگاه‌های امنیتیه که در گوشه و کنار ایران بعد از کشتار آبان و بعد از اعتراضات آبان شروع شد. جسدهایی که اینجا و اونجا در جوانرود، در روانسر، در سنندج و ده ها نقطه دیگه بی جان در زیر پل، در خرابه ای، در اینجا و اونجا دیده شد. به یاد هادی یزدانی، یکی از سروده های بسیار زیبای اون رو با هم میشنویم. این قتل و این جنایت پاسخ خواهد گرفت. یلدای زودرس. خون آبان که پاشید بر صورت کوچه پرشورتر از همیشه خواند مهر وقیه صبح. صد رودخانه و جاده دیده های سرخشان را دوخته، دریده تر از همیشه به موهای هر یک سر از جایی درآورده تاریکت. آذر که شهید شد، بالهای دلار لبخند تر از همیشه رقم میزد اوج حقیر شهر را و رقص مازراتی پر اشوه تر از کپسول زمان ماغ میکشید. و خیابان بود در آغوش ازدحام بنزین و لوکس و پیتزا. چه بی خبر بودی از پرستو خدا، بی نرگس لوس بهار، سرختر از طلای یاد پاییز. خالی می شود هر صبح جام زندگی، چه می کنی با آینه در شب چله تنهایی؟ ارومیه 26/9/98، از زنده یاد هادی یزدانی. خب برگردیم به موضوع دیگر برنامه. اپلیکیشن شات، اپلیکیشنی که در دوره کرونا قرار شد که آموزش مجازی رو
از جانب آموزش پرورش به خانه ها و میان دانش آموزان ببره. انتظار ویژه ای کسی از آموزش پرورش و اپلیکیشن شاد نداشت. خود آموزش و پرورش چی بود قبل از کرونا که بعد از اون چه باشه؟ آموزش و پرورشی که کالایی شده، مدارسی که طبقه بندی شده و ده ها و انواع مدارس به ترتیب پرداخت و جیب پول اولیای دانش آموزان ساخته شده، وقتی که به بحران کرونا مواجه بشه همون چهره رو از خودش نشون میده. کرونا چهره واقعی تبعیض در جهان رو نشون داد، در ایران هم نشون داد، در آموزش پرورش هم نشون میده. یک اپلیکیشن درست شد که قرار شد دانش آموزان از راه دور آموزش ببینن. کدوم دانش آموزان؟ در کجا؟ موقعی که کرونا نبود چگونه آموزش میدیدند؟ به همین تصاویر کنار دست من نگاه کنید. میبینید همینجا کنار دست من هست. قرار بود کیا با تبلت و کامپیوتر و گوشی دستی و تلفن همراه و غیره کدوم آموزش رو ببینن؟ خود معلمینی که باید با این اپلیکیشن کار میکردن کجا زندگی میکنن؟ چقدر دستمزد میگیرن؟ کجا آموزش این کارا رو دیدن؟ قبل از اینکه کرونا هم بیاد مدارسی بود که با دوربین مدار بسته، با شهریه‌های 23 میلیون تومان، با سفرهای خارج کشور، با انواع اقسام امکانات مدیای اجتماعی و کامپیوتری اداره میشد. برای از ما بهتران، برای کسانی که میتونستن شهریه‌های 20 میلیون و 30 میلیون و هزینه ایابزاها رو بپردازن. و حالا که کرونا اومد، مدارس جنوب شهر در تهران، مدارس کرمان، مدارس سیستان و بلوچستان، مدارس روستایی لرستان و بلوچستان و کردستان قراره که با اپلیکیشن شاد کار کنن. یه اپلیکیشنی که خودش با خودش هنوز راه نیفتاده، جدا از اینکه کی میتونه ازش استفاده کنه. معلم با هزار مکافات وارد اون سامانه میشه، بعد میبینه اصلا شاگرداش حضور نداره. کلاس درست شده، شاگرد کجاست؟ چطوری بیاد؟ با کدوم تبلت؟ با کدوم کامپیوتر؟ با کدوم اینترنت؟ با چه سرعتی؟ معلم یه دونه وایس میذاره، 20 دقیقه بعد شاگردش میشنوه. امکانات، چه امکانات اینترنتی و چه امکانات به اصطلاح استفاده از فضای مجازی، اونجا هم طبقاتی و پولیه و یه جایی اصلا نیست. همینطور که نان نیست، کار نیست، شغل نیست، پول نیست، معیشت نیست. در ویرانه های کنار شهرها، در حاشیه نشین ها، در مدارسی که روز روشن داشت سقفش پایین می اومد، دانش آموزان همون مدارس کرونا میاد و بعد میرن پشت میز کامپیوتر میشینن، تایپ میکنن و وایس میفرستن و آموزش میبینن. ما همچین توقعی از این آموزش پرورش داریم؟ اگر اینجوری بود که نمیرفت 23 رو مدرسه درست کنه. این همون آموزش پرورشی که یا معلمشو میگیره یا معلمشو زندان میکنه یا معلمشو میکشه. این همون آموزش پرورشیه که وقتی جنایت جمهوری اسلامی در آبان و کشتن و دستگیری چند صد دانش آموز اتفاق افتاد، خم به ابروی خودش نیاورد. این همون آموزش پرورش، این همون آموزش پرورشیه که با شهریه مدارس رو سر پا نگه میداره. این همون آموزش پرورشیه که معلمش 5 برابر 6 برابر زیر خط فقر زندگی میکنه. حقوق معلم 2 میلیون، خط فقر 9 میلیون. به همین سادگی این اپلیکیشن
باید و ضروریه که در دسترس همگان باشه. اگر در دسترس همگان قرار بگیره، تازه اونش برایش وظیفه‌ش انجام داد، یعنی شق و القمری نکرد. یک لحظه شما برید سراغ مدارس اروپا، نه شمال اروپا که مدرن و پیشرفته و مرفه، جنوب اروپا، ببینید کار میکنه، چون آموزش و پرورش اونجا رو خصوصی نکردن. هرچی هست، هرچی که هست خصوصی نیست. من هیچ نمره عجیبی نمیخوام به اونجا بدم، میگم یه مقایسه بکنید. چرا اونجا کلاس های درس اینترنتی برقراره؟ چرا ساعت درس معلم و شاگرد میزونه از کلاس اول ابتدایی تا آخر؟ چرا مدارس اونجا تعطیل بنکل نمیشه؟ بالاخره آموزش پرورش جمهوری اسلامیه دیگه. قرار بوده توی خونه ها کامپیوتر و اینترنت و تبلت و تلفن همراه و iOS و اندروید و اینا باشه؟ قرار نبوده اصلا. قرار بوده یک آموزش پرورشی باشه که چوب حراج بهش بزنن و میلیون ها دانش آموز به عنوان کارگر ارزان و خاموش برن تو خیابون و کارخونه و بیغوله ها مشغول کارگری بشن، کارگران خردسال تولید کنه. این همون آموزش پرورشیه که بسیج و راهیان نور و غیره درست میکرد، پروژه هاش ترویج صلوات و نماز جماعت و غیره بود. این همون آموزش پرورش. و نمیشه یه اپلیکیشنی درست کرد در آموزش پرورش غمگین، اسمش هم گذاشت شاد، بعد فکر کنیم به در دسترس همه دانش آموزان، معلمین، مدارس و خانواده ها قرار میگیره. تصاویری که اینجا میبینید از کره ماه نیومده، از یمن و افغانستان و کشور دیگه گرفته نشده. همه اینها ساخت جمهوری اسلامی در کشور اسلام زده ایرانه. این مدارسیه که جمهوری اسلامی به عنوان مدارس کپری، به عنوان مدارس کانتینی، به عنوان مدارس تخریبی روی دست مردم گذاشت. اینه آموزش پرورش، اینم بهداشتش. اپلیکیشن شاد با تمام نواقصش باید کار کنه و باید در دسترس همه قرار بگیره و این خواست باید سراسری باشه. همه معلمین و همه دانش آموزان باید به این اپلیکیشن دسترسی داشته باشن. سیل زدگان بلوچستان که هست و نیستشون رو آب با خودش برد، دانش آموز دارن، مدرسه داشتن، معلمی داشتن، همه اونها رو به آب با خود برد. در خوزستان کرونا زده که زیر دروغ‌های جمهوری اسلامی له شد، همه دانش آموزان باید و حقشونه به صورت مجانی به هر اپلیکیشنی که آموزش اونها رو تضمین میکنه دسترسی داشته باشن. شق القمری نکرده جمهوری اسلامی، ولی اون چیزی که ما در مقابلمون هست این حقیقته که بخش قابل توجهی از دانش آموزان مطلقاً به امکانات اینترنتی دسترسی ندارن، مطلقاً، و بخش ناچیزی دسترسی دارن با پایین ترین کیفیت، با مصیبت، سامان این غیر قابل استفاده، به هم ریخته، همونطور که درمان در جمهوری اسلامی به هم ریخته، همونطور که هر جای دیگه‌ای که شما دست بذارید یک ویران است. اپلیکیشن شاد هم به همین ترتیب. نمیدونم چقدر وقت در اختیار من هست، اما همه این موارد رو باید آدرس کرد و به ویژه در مدیای اجتماعی در شرایط کنونی با جزئیات راجبش نوشت. و اتفاقا میخوام از شما بخوام که با همین شماره تلفن با ما تماس بگیرید و با جزئیات راجب مشکلات خودتون با این اپلیکیشن، با هر ترتیبی که به اون دسترسی پیدا کردید یا نکردید صحبت کنید. با مخارج سنگینی که روی دوش خانواده هاست نمیشه اینترنت خرید، نمیشه لپتاپ خرید، نمیشه تبلت خرید، نمیشه گوشی
قابل استفاده خرید و در اختیار دانش آموزان قرار داد. این دانش آموز قبلا میرفت توی خیابون به عنوان کودک کار و کودک خیابان خرج روزی خودش رو با در می آورد. پدر و مادر این خانواده باید کفش آهنی می پوشیدن و 7 جا کار می کردن تا بچهشون بتونه شهریه به مدرسه رو بده و یکی از این مدارس غیر دولتی رو یه جوری بچهشون اونجا جاسازی کنه. میگم جاسازی به معنای واقعیش دارم میگم، نه جا بدن، جاسازی کنن. این همون آموزش پرورشه. یک کارگری که دستمزدش 9 برابر زیر خط فقره، یک دستمزد بگیری که بارها زیر خط فقر زندگی میکنه، الان باید هزینه اینترنت، هزینه لپتاپ و کامپیوتر و دسترسی و آموزش مجازی و غیره را بپردازه. این واقعیت اپلیکیشنه شاده که نه تنها شادی با خودش تو خانواده ها نمیاره، نه تنها آموزش و شاد و دلچسب نمی کنه، که به یک موضوع دلهوره و گرفتاری دانش آموز، خانواده و معلم تبدیل شده. منتظرم که با ما تماس بگیرید و جزئیات بیشتری رو با ما در میان بگذارید. نکات بسیار زیادی باقی موند که فرصت نیست در این برنامه به اون بپردازیم. منتظر تماساتون هستم. یک بار دیگه انتخاب محمد حبیبی به عنوان معلم نمونه رو به همتون تبریک میگم و در این رابطه از شما میخوام که نظرت خودتون رو با همین شماره تلفن به ما اطلاع بدید.